درود و سلام خیلی فراوان به شما عزیزان بیننده که این برنامه رو دنبال میکنید. در برنامه کتاب مقدس پاسخ میدهد در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که با دوست و همکار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان هستیم. مرسی رضا جان، داریم ادامه میدیم به سوالهای عزیزان و یه مقدار سرعتمون رو بیشتر کردیم، امیدواریم برسیم به سوالا. من با یک سوال دیگه بسیار در این برنامه با یک سوال شروع میکنم. دوست عزیزی سوال کردن که اگر از خوبی ما سوء استفاده شود باز هم باید خوبی کرد، چه باید کرد؟ این سوال دوست این از اون سوالاست که من خودم خیلی حس میکنم، چون من کسی رو نمیشناسم تو کلیساهای ایرانی یا تو خانواده‌های ایرانی که این درد رو نداشته باشه، که هممون این تجربه رو داشتیم که خوبی کردیم، محبت کردیم، بعد آخرش تازه بر ضد ما هم استفاده شده، آخرش یه عمری خدمت کردیم، آخرش اون اشخاص تازه طلبکارم شدن از ما، تازه با عصبانیتم از ما قهر کردن رفتن به خاطر کوچکترین حرکتی. و این سوال به همه ما دست میده که آخر تا چقدر ما میتونیم خوبی بکنیم و هی جواب خوبی رو با بدی دریافت بکنیم. البته اینو بذار یه پرانتز باز کنم، ما همیشه خودمونو خیلی حق به جانب میبینیم و اینم باید مواظب باشیم که خودمونو اینقدر فرشته های ماه نبینیم و نورانی که همش از ما خوبی بوده و این اشخاص قد نشناس بودن تو زندگی من. نه، خیلی وقتا من همیشه میگم همه ما هم ظالمیم هم مظلوم، هم یه جاهای ما سیخ میزنیم، یه جاهایی هم سیخ میخوریم، یه جاهای خوبی میکنیم ولی یه جاهایی هم خودمون زخمی میکنیم دیگران رو با زبونمون، با حرکتهامون، با توقعاتمون. پس همیشه نباید خیلی یک طرفه به قضیه های ناراحتی و دعواها و این مسائل نگاه کرد. ولی بالاخره اینم سوال خیلی مهمیه و چون خب سوال خیلی عمومیه، منم باید عمومی جوابش بدم. من یه سری برنامه ساختم در تلویزیون مسیحی، وقتی که صحبت سوء استفاده میشه خیلی فرق داره که من به تو یه مثلا تو از من بیای بگی که ساسان میتونی امروز من 10 دلار قرض بدی من برم یه ساندویچ بگیرم، من به تو 10 دلار بدم، بعد بفهمم که تو پول داشتی نخواستی از پول خودت استفاده کنی، اومدی از من به قول معروف سوء استفاده کردی. این یه نوع سوء استفاده است. یه سوء استفاده هم هست که یه نفر یک عمری تو زندگیش آزار جنسی دیده از نزدیکان خودش، اونم یه سوء استفاده است. ولی خیلی فرق معامله است بین این سوء استفاده و اون سوء استفاده. پس ما داریم خیلی کلی صحبت میکنیم و من توی این چند دقیقه که با هم داریم به هیچ عنوان نمیتونم یعنی اصلا امکان پذیر نیست مطالب همه ابعاد زندگی رو باز کرد، ولی داشتم اینو میگفتم که یه سری برنامه‌های درست کردیم درباره سوء استفاده جنسی حتی، و حتی چطوری یک مسیح خونده شده که با محبت و شهامت حتی با سوء استفاده و آزار جنسی تو زندگیش روبرو بشه. ولی اگه بخوام خلاصه بکنم اینه که صحبت عیسی مسیح اینه که اگر ما بدی رو بخوایم با بدی جواب بدیم، اون زهر بدی در خود ما میاد. اگر من بخوام که خودم رو دائم ببندم، در قلب خودم و دیوارهای زندگیم و دیوارهای دفاعیم رو بالا ببرم که کسی به من سوء استفاده از من سوء استفاده نکنه، خود من تو این تنهایی قلب خودم پژمرده میشم. ما فکر میکنیم که هرچی دیوارامون بالاتر باشه کسی نزدیک من نشه، به من ضربه نزنه، چون قبلا من زخمی شدم، من امترم. سی اس لوئیس میگه آره، خودتو میتونی توی تابوت بذاری که توش هیچ نوری دیگه نیاد، ولی تو اون تابوت تاریک خودتو خواهی مرد، قلب تو خواهد مرد. شاید کسی به تو نتونه آزار بده، ولی تو هم به کسی نمیتونی محبت برسونی اگر در قلب تو بسته باشی که کسی دیگه واردش نشه به تو ضربه بزنه. من میخوام یه سری آیات رو واسمون بخونی رضا جان. انجیل متا فصل 5، انجیل متا فصل 5 آیاتیه که یه نفر دربارش سوال کرده که حالا تو این برنامه من جواب نمیدم، ولی آیات خیلی مشهوری تو موعظه سر کوه هست. فصل 5 آیه 38 رو و 39 رو برامون بخون به عنوان مثال. شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، قانون قصاص رو داره صحبت میکنه. اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی برگونه راست تو سیلی میزند
گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. خیلی خب، اینو حالا بعداً باز خواهیم کرد، نه تو این برنامه. بعد صحبت اینو میکنه که انتقام رو با انتقام نگیر و حتی تو روی طرف رو کم کن با قدم بیشتر. مغلوب بعدی نشو، بلکه بعدی رو به نیکویی خودت مغلوب کن. دقیقاً این صحبت پولس تو رومیانه. ولی حالا فصل 5 رو ادامه بده، از آیه 43 بخون. شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. ادامه بده. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید، همونطور که پدر آسمانی شما کامل است. آره. پس ما می بینیم نه فقط در تعالیم مسیح، بلکه در زندگی خودش تحقق این آیات رو. یعنی صحبت مسیح اینه که اگر فقط میخوای به اونای محبت کنی که به تو محبت میکنن، به تو هیچ ضربه نمیزنن، از تو سوء استفاده نمیکنن، به تو هیچ بدی نمیکنن، خب این شاهکار نیست، این هنری نیست، این نشان دهنده انسانیتی نیست، همه این کارو میکنن. ولی وقتی که بدی رو تو با خوبی جواب میدی، از سوء استفاده رو میگذری و میبخشی، وقتی به جای نفرت تو با بخشش باش برخورد میکنی، با زخم با شفای مسیح باش برخورد میکنی، به جای انتقام با گذشت برخورد میکنی، به جای غرور با فروتنی برخورد میکنی، داری بدی رو با خوبی خدا در زندگی روش غلبه میکنی و باش مبارزه میکنی. پس این خوندگی ماست و طبق معمول بنده میگم گفتنش خیلی از انجام دادنش راحت تره تو زندگی روزمرمون، ولی اقلا باید بدونیم این خوندگی ماست. بنده خودم ساسان توسلی تو زندگی خودم با زنم کم میارم، با بچه هام کم میارم به عنوان یه پدر و شوهر، ولی میدونم که وقتی کم آوردم مسیح میخواد من چه نوع شوهری باشم، چه نوع پدری باشم. توبه میکنم، معذرت خواهی میکنم از همسرم، از بچه هام و بر میگردم به اون مسیر. مسیر بخششه، ببخشید هدف بخششه، هدف شفای زخمه، هدف فروتنیه. ولی الان من با فروتنی برخورد نکردم با بچه‌هام، میدونم که اشتباه کردم، باید توبه کنم و برگردم به اون هدف. مسیر مهمه. ولی خیلی‌ها رو من می‌شناسم که مسیر زندگیشون رو به خاطر زخمایی که خوردن، سوء استفاده‌ای که ازشون شده، مسیر زندگی به طرف کینه، به طرف عصبانیت، به طرف تنها شدن، به طرف دیوارهای دفاعی رو بلند کردن، و اینو من دارم میگم مسیر سالمی نیست. آخرش شاید دیگه کسی از تو سوء استفاده نکنه، ولی هیچ محبتی هم نمیتونی بچشی. این خطر اینه که خودمون رو بریم تو قالب خودمون، بریم توی دیوارهای زیر پشت دیوارهای دفاعی خودمون. پس سوال این دوست عزیز، یه بار دیگه واسم سوالش رو بخون قشنگ تو ذهنم تازه باشه. اگر از من سوء استفاده شد باید چیکار خوبی بکنم؟ میگه اگر از خوبی ما سوء استفاده شود باز هم باید خوبی آه. کرد چه باید کرد؟ بله، پس جواب مسیح اینه، بله باید در خوبی ادامه داد. حالا جوابای ساده کلیشه‌ای به درد دنیای زندگی روزمره ما نمیخوره، پس باید با واقعیت‌ها روبرو شد. قسمت دیگه ای هم از کلام خدا هست که خیلی مهمه در این زمینه و اون مزمور یک هست. میخوام مزمور یک هم برامون بخونی، حالا به امید خدا من از اون ترجمه قدیمی تو بفهمم این مزمور یک چی میگه. ولی وقتی که عزیزان از من این سوال رو میکنن، من خیلی برمیگردم حتی به همین مزمور یک. از آیه یک باید بخونم. حالا دیگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر میکند. اوکی. مسیح وقتی با گناهکارا رفت آمد داشت، مسیح تو گناه اونا نیفتاد، گناهکاران رو هدایت کرد به طرف خدا. ولی اگر میبینی یه گناهکاری تو رو دائم داره میکشه پایین با ضربه هاش، با سوء استفاده هاش، با زخم زبوناش، تو رو داره دائم نابود میکنه از درون، بهتره ازش دوری بکنی. پس این که مثل این میمونه، من همیشه میگم فکر کن که یه نفر تو استخره داره غرق میشه، تو اگر شنا بلدی باید بپری و اون کسی که داره غرق میشه رو
بکشی بیرون. ولی اگه تو خودت شنا بلد نیستی، با پریدن تو استخر خودت غرق میشی و این هیچ محبتی نیست که تویی که شنا بلد نیستی بپری تو استخر بخوای یکی دیگر رو نجات بدی. پس اینجا اینطوری من جمع میکنم مزمور یک با تعالیم مسیح رو که باید با هر همه باید محبت کرد، به دشمنانت، به اونایی که ازت سوء استفاده میکنن. ولی اگر یه جایی دیدی داره میرسه که تو داری نابود میشی و اون داره روی تو غلبه پیدا میکنه، خودت رو دور بکن. و این به نظر من یه چیز خیلی عملیه. یعنی افرادی هستن، شریرهایی هستن تو زندگی که واقعا ما باید ازشون دوری بکنیم. به خصوص میگم صحبت سوء استفاده جنسی رو که داشتم میکردم توی برنامه های دیگه، یه کسانی هستن که میخوان ریشه تو رو نابود بکنن، بهتره تو از اون افراد دوری بکنی خیلی سریع. ولی کسانی دیگه هم هستن که نمیخوان تو رو نابود بکنن، ولی به خاطر اینکه همه ما گناهکار هستیم و ظالم و مظلوم، برخوردهای پیش میاد و خیلی میشه که اون برخوردها رو با بخشش و فروتنی باش روبروش. حال ما باید که به بخش بعدی بریم. دوستان عزیز، در بخش بعدی منتظر شما هستیم و این برنامه رو دنبال میکنیم. به امید دیدار. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم، سوالهای بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز، باز به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو در رابطه با برخورد ما با اون سوء استفاده هایی که از ما میشه در رابطه با خوبی هایی که میکنیم ادامه میدیم. جناب دکتر، خواهش می‌کنم. آره، ما خب بالاخره باید تو این چند دقیقه که تو هر برنامه داریم سعی کنیم جواب بدیم، ولی این صحبت رو خوبه که بیشتر ادامه بدیم. و اشاره کردی توی موقع بریکی که داشتیم به صحبت بخششی که پتروس با مسیح مطرح میکنه که خیلی ربط داره به همین موضوع سوء استفاده. واسمون لطفا پس این رو خودت بخون از انجیل متا. این سوال به نوعی سوال دوست عزیزمون، به نوعی سوال جناب پتروس بوده از شاگردان عیسی مسیح. در انجیل متا فصل 18 از آیه 21 میخونم، می‌فرماید که آنگاه پتروس نزد او آمده گفت: خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می‌باید او را آمرزید، آیا تا 7 مرتبه؟ عیسی به او گفت: تو را نمی‌گویم تا 7 مرتبه، بلکه تا 77 مرتبه. و بعد عیسی مسیح مثالی رو میاره براش که، و بارها مسیح به ما میگه، خیلی زیاد این تعلیم رو مسیح تکرار میکنه، چه از موعظه سر کوه چه جاهای دیگه تو همین مثال، که همونطوری که شما از پدر آسمانی بخشیده شدید با اون سخاوتمندی و فیض، شما باید دیگران رو ببخشید. اگر خودت واقعا ادعا داری که بخشش خدا رو علارغم تمام گناهات، تاریکیهات، طغیانهات، سرکشیهات، خیانتهات خدا تو رو بخشیده، تو نمیتونی حالا دیگران رو با همین بخشش باشون روبرو نشی. ولی ادامه بده صحبت. طبق آیین و سنت های یهودی در اون زمان، اونها اعتقاد داشتن که خب اگه کسی تا 4 مرتبه به شما خطا کرد، میتونی تا 4 مرتبه او رو ببخشی. بعد از 4 مرتبه میتونی ترتیبش رو بدی، چشم با چشم و دندون برای دندون با دندون انجام بدی. به اندازه 4 گوشه دنیا، به اندازه 4 گوشه دنیا میگفتن، چون موقع معتقد بودن که دنیا فقط 4 تا گوشه داره، نمیدونستن که گرده. میتونی شما اینو چیکار کنی؟ 4 مرتبه ببخشی. پتروس میاد بگه که خب حالا ما که دیگه مسیحی شدیم و پیرو به مسیح شدیم، میاد عرض اندام کنه جلوی استادش، میگه که بیا
حالا ما 7 مرتبه ببخشیم بیشتر از اون زمانی که یهودی بودیم. 7 هم یکی از اون اعدادیه که اعداد خیلی معنای سمبولیک داره، به معنی کمال و دیگه آخر خطشه دیگه، دیگه رقم خداست. آره دیگه خداست. اگه میخوایم بخششو به کمال برسونیم پس 7 بار ببخشیم. 7 بار بیاین آره. ببخشیم دیگه، این آخر خط گذشت و فروتنی. مسیح میگه من به تو نمیگم که تا 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. که اگه بخوای این اعداد رو رقم بزنی میشه حدود 490 بار. مسیح داره به نوعی به اون میگه که نه فقط به اندازه 4 گوشه دنیا، نه فقط 7 بار، بلکه به اندازه تمام کهکشان ها، به اندازه تمام چیزایی که توی دنیا وجود داره، به اندازه تمام ستاره ها، ما جای برگشت نداریم، ما باید ببخشیم. و مثال اون بدهکار رو میاره که بدهکار به صاحب کارش و میاد میگه که خب گریه زاری میکنه، میگه من خب کاسبی خراب بوده، نتونستم، من 10 میلیون به تو قرض آره. دارم ولی منو ببخش، منو ببخش. گریه زاری میکنه، اونم میبخشه اون رو و میره. وقتی که میره بیرون خودش مثلا 1000 تومن 2000 تومن از یکی آره، میخواسته، از یه نفر دیگه 10 دلار، خودش 10 میلیون قرضش بخشیده شده آره. ولی میره خیلی یکی دیگه که بهش 10 دلار قرض داشته رو میگیره و شروع میکنه با اون ضرب و شتم رو ببرتش به دادگاه و قاضی. دوستان این آقای طلبکار قبلی میبینن این صحنه رو و میرن به صاحبشون میگن، به رئیسشون، و اون میگه که خب برید حالا بیاریدش اینجا. یکی تو اینقدر 10 میلیون تو به من بدهکار بودی، من تو رو بخشیدم، واسه یه مثلا 10 دلاری رفتی رفیق تو زدی بردش دادگاه و میگه حالا اینو بگیرید پدرش در بیارید بنذارش توی زندان. داره میگه که اگه همینطور اگه شما هم نبخشید، شما هم بخشیده نمیشید. یه جوری رازم و مظلوم همدیگه هست. خیلی جالب تکه میکنه و این موضوع رو مسیح میگم بارها تکرار میکنه. میخوام یه آیات دیگه ایرم بخونی تو لوقا فصل 17 بله. از آیه 3 بخون و 3 تا 5. اعتراض کنید و اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن، و اگر توبه کند او را ببخش، و هرگاه در روزی 7 کرد به تو گناه کند و در روزی 7 مرتبه برگشته به تو گوید توبه می کنم او را ببخش. 7 بار به تو گناه کنه، 7 بار بیا طلب بخششم بکنه، در یک روز میگه ببخش. خب آنگاه رسولان به خداوند گفتند ایمان ما رو زیاد کن. یعنی حرف سختیه مسیح جان، ما از بس این کار بر نمیاد، ایمان ما رو زیاد کن. و بعد جواب مسیح که اگر به دانه اندازه دانه خردل هم ایمان داشته باشی تو میتونی این کار رو بکنی، صحبت مسیح نیست که نیاز به ایمان زیاد کردن نداره، نیاز به اطاعت داره. و حالا میگم برای این واقعیت زندگی اینه که هممون کم میاریم تو این صحبت، ولی اینکه دائم روبرو بشیم با اینکه کم آوردیم، و هدف باید بخشش باشه، هدف باید دوستی باشه، هدف باید آشتی و شفا باشه، و من به اون مسیر تو زندگی دارم حرکت میکنم. باید نگاه بکنیم که آیا تو زندگی از ما سوء استفاده زیاد میشه، و ما هم شاید از دیگران سوء استفاده کردیم به نحوهای مختلف، ما هم شاید به دیگران رو زخمی کردیم به نحوه‌های مختلف، چه خواسته چه نخواسته. پس باید نگاه کنیم به مسیر زندگی که آقا در طول زندگی من دارم یواش یواش قلبم سفت‌تر میشه، داره دیوارای دلم بالاتر میره که کسی، چی میگیم به فارسی، آسته برو آسته بیا، گربه شاخت نمیره. آره که آقا من با کسی رفت آمد ندارم، من اینقدر تو کلیساها میشنوم مثلا آقا اینجا حرف و حدیثه، من دیگه رفت آمدم و قطع کردم تو این کلیسا، من رفت آمدم و با اون قطع کردم، با این قطع کردم. حالا بعضی وقتا خوبه که رفت آمده رو کم بکنیم، محدود بکنیم، اون یه داستان دیگه است. ولی اینکه مسیر زندگیت آیا به طرف این داره میده که دائم دوستات دارن کمتر میشن، محبت، روابط پر از محبت داره کمتر میشه، تو داری تنهاتر میشی، پشت دیوار خونت داری تنها تر میشی، یا داری به طرف مسیری حرکت میکنی که توش پر از تشویق دیگرانه، بنای دیگرانه، محبت به دیگرانه، خدمت به دیگرانه. و توی این دنیایی که پر از زد و خورده، پر از استفاده و سوء استفاده است، مسیح ما رو به بخشش دعوت میکنه، دستور میده، مسیح ما رو به آشتی
دستور میده. مسیح ما رو به این که صلیبمون رو برداریم و توهین رو با توهین جواب ندیم، توهین رو با محبت جواب بدیم. پس میگم تعالیم سختیه، رسولان هم گفتن ایمان ما رو زیاد کن، ولی مسیح ما رو دعوت کرده که به این مسیر حرکت بکنیم. و وقتی که به این مسیر حرکت میکنیم، خیلی شهادت ها هست تو زندگی خودمون و دیگران که انسانیت خودمون شکوفاتر میشه، خودمون تجربه این شکوفایی رو حس میکنیم در زندگی خودمون. نه فقط خدا جلال پیدا میکنه، نه فقط دنیا میبینه که اینا فقط حرف و شعار قشنگ نیست، گفتار نیک، کردار نیک، پدار نیک و همه میگن و خیلی حرف قشنگیه، عمل کردن شهادتی برای دنیا، توانایی انجامش مهمه. که این مسیحیت فقط حرف و شعار نیست، راه مسیح راه زندگیه، روش واقعی زندگی. ولی گفتم به طور واقع بینانه، به طور عملی مزمور یکم وقتی نگاه میکنیم و خیلی آیات دیگه که ما باید از گناه دوری کنیم، ما باید از دنیا هم شکل دنیا نشویم. پس وقتی که گناهی هست و اگر میبینیم که بر کسانی که گناهکارایی که دارن روی ما غلبه میکنن، ما را از خدا دور میکنن، مهمه که ما فاصله نگه داریم. از کسانی که ما نمیتونیم قدرت محبت کردن اونطوری که باید و شاید بهشون نداریم، حالا به هر دلیلی، باید مواظب باشیم که ما رو اونا پایین نکشن. این یکی. و بعد این صحبت حالا سوء استفاده هم که دوستمون کردش، یه چیزی که ما ایرانی‌ها توش خیلی ضعیفیم، خود بندم یکیش. مسیح توی همون انجیل متا فصل 18 رو بیا با هم دوباره یه نگاهی بکنیم. ما معمولاً وقتی یه نفر ما رو ناراحت میکنه، سوء استفاده، زخمی میکنه، ما زود قهر میکنیم، رابطه رو قطع میکنیم و میریم طرف از زندگیمون میبریم، میذاریم کنار. آره کات میکنیم، آقا من حالش اینو ندارم. خب خیلی وقتا هم طرف از میگه آقا مسئله شده، نه دروغ هم میگیم، یه چیز خالی بندی هم که نه همه چیز اوکیه، من وقت ندارم، من سرم شلوغ فلان، ولی رابطه رو کات میکنیم و قطع میکنیم. ما تو قهر کردن و تو کات کردن ماشاءالله خیلی قوی استاد، ولی مسیح برمیگرده چیکار میکنه؟ کسی که از ما سوء استفاده میکنه، کسی که به ما ضربه زده، کسی که به ما گناه کرده، راه حل فقط فرار کردن نیست یا انکار کردن واقعیت ها نیست. که مسیح نمیگه آقا گناه رو ماسمالی کن تو فقط ببخش، نه. انجیل متی فصل 18 آیه 15 رو برامون بخون، 15 16 و 17 رو. اینم یه واقعیتیه در زندگی. و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. شما دوباره از اون ترجمه قدیمی داری میخونی؟ من نمیدونم چند بار من باید به شما گوش زد بکنم. برادر رضا، من این دفعه شما رو میبخشم ولی دیگه تکرار نشه. انجیل متی فصل 18. من که اینقدر گفتم، من خانم در حال صحبت بخششه، من اینقدر به خانمم گفتم ببخشید، اینقدر گند زدم و خرابکاری کردم، خانمم دیگه من حالم به هم خورده، اینقدر گفتی ببخشید دیگه. شما بخون حالا آیه 15 رو. میگه که اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. پس اگر بدی هست برو اول. ما ایرانی هم طبق معمول همچین کاری که جخ نمی‌کنی، آخرین کسی که طرف میفهمه خودشه، همه اول میفهمن، حالا به اسم برادر واسه فلانی دعا کن، این حرفا، همه مشکلات زود همه میفهمن، به غیر از اینکه خود طرف مقابل بفهمه. ولی نه، مسیح میگه گناه کرد، ماسمالی نکن، برو باش روبرو بشو، تنهایی در خلوت، قدم اول. حالا ادامه بده. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود رو باز یافته. اوکی. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اوکی. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان. و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. اوکی. حالا بیگانه باجگیر، نه اینکه باش رفتار بد بکن. مسیح میگه باجگیران هم محبت کنید. میگه غریبه ها رو با ماش چطور رفتار، یه غریبه بیاد وارد خونه ما بشه یا وارد کلیسای ما بشه، باید چیکارش کنیم؟ چجوری باش برخورد میکنیم؟ میگیم برو بکاره. با محبت. پس حتی صحبت این میکنه که از کلیسا حتی بیرونش کن، ولی مثل یک باجگیر یا غریبه، نه اینکه حالا برو بهش فوش بده، بد و بیرا بگه، نه، ولی اینکه حالا دیگه یه خط و مرزی مشخص میشه. خب ولی پس صحبت تعلیم مسیح در متی 18 هم خیلی مهمه، که فقط صحبت نیست که آقا هر استفاده‌ای که شد تحمل کن،
بیخیالی بگیر، حقیقت رو انکار کن، ماسمالی کن، فقط ببخش. نه نه نه، واقع بینانه مسیح میگه با گناه روبرو شو، توبیخ کن. توی لوقا خوندیم گناه توبیخ بکن، باید شخص توبه بکنه، باید شخص دست برداره از کارهای اشتباه و زشتش، و اگر نکرد افراد حکیم شاهدان کلیسا رو ببر و قدم‌های دیگه. پس میخوام بگم که واقعا تعالیم مسیح خیلی عملیه، حرفای خیلی ایدئالیستی نیست، و اینم به نظر من قسمتی از جواب سوال دوست عزیزم. خیلی ممنون باز از توضیحاتتون، وقتمون تموم شده در این بخش. تا بخش بعدی میخوایم که دوستان عزیز بیننده، عزیزانی که برنامه رو دنبال کردن، میخوایم که به سوالات دیگه بپردازیم. در بخش بعدی باز منتظر شما عزیزان هستیم. بله دوستان، به استودیو برمیگردیم و مطلب خودمون رو ادامه میدیم با سوالاتی که دوستان عزیز ما فرستادن. جناب دکتر، میخوام یک سوال دیگه بخونم برای شما از عزیزانی که برای ما سوالات خودشون رو فرستادن. سوال هست که دعای زبون بند و مشکل گشا چیه؟ شما در مسیحیت دعای زبون بند یا مشکل گشا دارید؟ و سوال دیگه‌ای که خیلی ربط داره تقریبا اینه که آیا دعایی هست که دل شوره را از بین ببرد؟ حالا من با این سوالات من تا حالا نشنیده بودم دعای زبون بند و مشکل گشا. نه من همچین دعایی رو تا حالا شنیدم، نه دیدم، نه خوندم، نه داریم همچین حرفایی در ایمان مسیحی. و اون دعایی که دل شوره را از بین ببره، اینم همچین چیزایی ما نداریم در ایمان مسیحی ما. یعنی احساس میکنم خیلی وقتا عزیزان در همه جای دنیا و در هر دینی و مذهبی و مکتبی، براشون دعا و اعمال مذهبی یک وسیله است، یک ابزاره که من به آرزوهام برسم، مشکلاتشون رو حل کنم. آره، حالا من دعا میکنم، کلیسا میرم، مسجد میرم، روزه میگیرم، پول میدم، سفر دینی میرم، ولی اینا وسیله است، ابزاره که من مشکلام حل بشه و با برکت و خوشحالی و خوشبختی در زندگی جلو برم. ولی دعا وسیله نیست، دعا ابزار نیست. ما با دعاهای خودمون خدا رو منیپولیت نمیتونیم بکنیم. نمیدونم کلمه منیپولیت، من هیچ وقت فارسی معادل فارسی خوبی واسش پیدا نکردم یا یادم نمیمونه، ولی با خدا بازیچه دست ما نیست که ما از خدا استفاده بکنیم و از طریق دعا ما یه طوری خدا رو راضی بکنیم، از چنگال خدا یه چیزی در بیاریم. از دعا ابزار نیست برای اینکه ما بتونیم به خواسته های خودمون برسیم. آره، یعنی دعا یه رابطه است. همین. چون یه سوال دیگه داریم که حالا نخوندی ولی تو همین مایه ها میتونیم مطرحش بکنیم. منظور از دعا چیه؟ آره، منظور از دعا اصلا چیه؟ منظور از دعا چیه؟ من وقتی اون سوال رو خوندم به فکر این افتادم. مثلا یه عده میگن آقا چه اصلا باید دعا کنی؟ یعنی اصلا از نظر فلسفی وقتی نگاه میکنی، ما ایمان داریم که خدا به همه چیز آگاه. خدا، ما به خدا اطلاع جدیدی نمیدیم. خود مسیح هم میگه وقتی دعا میکنید، قبل از اینکه دعا کنید پدر آسمانی شما میدونه نیاز چیه. پس دعای بنده هیچ اطلاع جدیدی به خدا نمیده که خدا بگه آها حالا تو اینو گفتی، خب پس بذار من ببینم حالا باید چیکار کنم. نه، خدا از قبل آگاه هست. اوپس میکنه. آره، پس یکی میگه پس اصلا چرا دعا میکنی؟ منظور از دعا چیه؟ و خیلی‌ها اینطوری فکر میکنن چون خدا همه چیز رو میدونه، دعا پس اصلا اهمیتی نداره. ولی من به این یاد این مثال افتادم. فکر کن که بنده ازدواج کردم، شما ازدواج کردی، حالا ما ازدواج کردیم، یه پسر با یه دختری ازدواج میکنه، میگه که خب من که دیگه به زنم رسیدم، من به همسرم رسیدم، به آرزوم رسیدم، حالا مجبورم که با همسرم حرفم بزنم، باید با هم حرف بزنیم. خب وقتی ازدواج کردی، در از طریق این حرف زدن هاست که شما با هم در رابطتون عمیق‌تر میشید، محبت به همدیگه عمیق‌تر میشه، درکتون از همدیگه عمیق‌تر میشه، رابطه توی این حرف زدن ها و خدمت کردن های به همدیگه است. پس ما حرف نمیزنیم که به
ازدواج برسیم. ازدواج کردیم، ولی تو ازدواج اگر میخوای رشد بکنی از طریق صحبت کردنه و دعا همینه. گفتمان دعا، گفتمان ما با خداست، به خدا میگیم و از خدا میشنویم و نه فقط هم نیازهامونو. رابطه دو طرفه است، رابطه دو طرفه، یک طرفه نیست، هرچی ما بگیم. آره، و این چیز زبون بند، دعای زبون بند و زبون بند، یعنی که تلف کنیم یه نفر رو دهنشو ببنده دیگه اون حرف نزنه و ما کار خودمونو بکنیم. آره، دعای زبون بند و دعای مشکل، مثلا دعا رو یه فرمولی، یک ورد خاصی، یک دعای مخصوصی اگه من بخونم خدا اون موقع جواب میده. نه، اصلا کلمات فرمولی ما نداریم. دعایی که چیز رو حل بکنه، استراب رو نمیدونم، نه، ما دعا یک رابطه دوستیه، گفت شنوده، گفتمانه. و وقتی هم میگیم گفتمان، نه اینکه ما فقط درخواستای خودمون رو، مثل خدا انگار یه پاپا نوئله، من لیست نیازهامو بهش میدم، خدایا این لیستای امروز منه، اینا رو به من بده لطفا. و واقعا چقدر از دعاهای ما اینطوری هست، خدا نگهبان مثلا اموال ماست، نگهبان بچه ماست، خدا نگهبان مثلا امور بانکی من باش. آره، اموالم رو حفظ کن. آره، البته وقتی دعای ربانی مسیح رو میخونی، در 6 تا درخواست دعای ربانی عیسی مسیح، 3 درخواست اولش درباره خداست، 3 درخواست دومش درباره زندگی روزمره، نان روزانه ما را به ما بده، گناهان ما را ببخش، ما را در وسوسه نیار. مسیح میگه خیلی خوبه درباره نان روزانه دعا بکنید، ولی این یک قسمت از دعاه. بیشتر قسمت دعا درباره این که خدایا من میخوام تو از من استفاده بکنی که جلال تو، قدوسیت تو، اسم تو، شهرت تو تو این دنیا توسعه پیدا بکنه. خدایا من، و قسمت بعدی درباره خودمون، حتی دعا درباره گناهانمون، دعا درباره وسوسه، یعنی روابط روحانی ما، روابط اجتماعی ما، زندگی ما با خدا. یعنی نیازهای ما فقط مسائل شخصی من نیست، زندگی روزمره و نان روزانه و استراب من، مشکل من، راه حل زندگی من. خدا میخواد اینا رو ما به حضورش بیاریم، چون برای ما براش اهمیت داریم، برای به ما محبت داره، ولی خدا میخواد ما باش یک رابطه عاشقانه و دوستانه داشته باشیم، نه فقط حل مشکلات. و حالا این، چون یه دوست عزیزی از ما پرسیده بود که برای استراب و این حرفا، دعای خاصی برای استراب نیست، ولی ببین پولس چقدر قشنگ در فیلیپیان این موضوع آرامش رو مطرح میکنه. لطفاً از ترجمه جدید جناب رضا خان فیلیپیان رو نگاه بکن. فیلیپیان فصل 4 از آیه 4 میخوام بخونی. حالا دوستان باید توجه داشته باشن، پولس رسول تو زندانه، تو حبسه، در اسارت، زنجیر بهش بستن، ولی این رساله پولس به فیلیپیان پر از تأکید روی شادیه. پولس میتونه توی زندان باشه ولی با شادی داره سرود میخونه. تو اعمال رسولان تو زندانن، دارن سرود میخونن، چون محیط، چون شادیش در رابطه با خداست، این شاد، ریشه این شادیش، نه در موقعیت ها. میخوام که فیلیپیان 4 رو از آیه 4 بخونی تا آخر آیه 7 لطفا. پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم میگویم شاد باشید. مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است. حالا آیه 6 که یه رب پیدا میکنه به سوال دوستمون درباره استراب. از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. پس میخوام ادامه بدی، ولی آرامش خدا وارد میشه وقتی که با شادی مبارزه میکنی با نگرانی. حالا میگم مبارزه میکنی به این منظور، نگرانی گناهه. در ایمان مسیحی نگرانی، استراب، دلشوره گناه. حالا شاید به خیلی ها بر بخوره، یعنی چی؟ آره، نگرانی و استراب و دلشوره نشون میده که من اعتماد ندارم که خدای خالق هستی، پدر آسمانی منه،
و من و تو دستاش با محبت خودش داره. تو مزمور 37 اشاره میکنه که میگه مشوش نشو که باعث گناه خواهد شد. پس نگرانی یعنی من به خدا اعتماد ندارم، به خوبیش، به قدرتش، به حاکمیتش، به حکمتش. پس نگران نباش، به جاش چیکار کن؟ با دعا، شکرگزاری، درخواستاتو بیار و خدای آرامش تو رو پر میکنه. بعد ادامه میده پولس، آیه 8 رو بخون تا آخر 9. در خاتمه برادران درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هر چه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را که از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود. دوباره خدایی که منبع آرامشه شما رو پر میکنه. اگر فکرت رو آیه 8 رو دوباره بخون واسه من، روی چه چیزایی فکر بکن؟ روی نگرانی ها و اگرها و چراها نه، روی چه چیزی فکرتو تمرکز بده؟ در خاتمه ای برادران درباره هر آنچه راست است، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است. روی این کلام، روی حقیقت این کلام، زیبایی شخصیت خدا، واقعیت رابطت با مسیح، وقتی فکرت رو ایناست، آرامش الهی تو رو پر میکنه، نگرانی ها معنی پیدا نمی کنه. بعد دوباره پولس ادامه میده، میگه که از آیه 12 و 13 رو واسمون بخون. آیه 11 رو بخون، فیلیپیان 4، 11 تا 13. من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم. پس میشه قناعت کردن رو یاد گرفت. آها. من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت میکند و انجام هر کاری قادر هستم. یاد گرفتم قانع باشم. خیلی وقتا نگرانی ما به خاطر مسائل مادیه، نه همیشه، خیلی وقتا. پولس میگه تو داشتن و نداشتن یاد گرفتم رمز زیست کردن با قناعت رو، و خدا به من قدرت میده تو هر موقعیتی بتونم زندگی کنم. پولسی که تو زندانه داره صحبت شادی و آرامش رو میکنه. پولس تو اینجا تو کاخ نشسته باد بزنم بگه شاد باشید، آرام باشید، توی فشارهاست، تو جفاهاست، یاد گرفته. پس میشه یاد گرفت که شادی ما، شادی واقعی، ربطی به موقعیت زندگی من نداره. میتونی تو موقعیت وحشتناکی باشی، همسرت در اعتیاد باشه، بچت نمیدونم تو مشکل باشه، از نظر مالی مشکل داشته باشی، ولی عمیقاً میتونی در عیسی مسیح یاد بگیری که شادی واقعی یعنی چی. پس ما دعای زبون بند و مشکل گشا نداریم، دعاهامون رو نزد مسیح میاریم، در وقت خودش جواب میده. درباره این در آینده صحبت خواهیم کرد، آقا دعا میکنی مشکل حل نمیشه چی داستان، ولی تسلیم اراده خدا میکنیم زندگیمون رو. یعنی دعای من دستور به خدا نیست، نیازهای منه، در وقت خودش میتونه جوابش مثبت باشه، جوابش منفی باشه، ولی خودمون یاد میگیریم که تسلیم بکنیم به ارادهش. اراده تو بیاید چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یاد میگیریم تسلیم شدن رو، یاد میگیریم شکرگزاری رو، یاد میگیریم قناعت رو، و توی این یادگیری هاست، در دعاها و پرستش هاست که این آرامش ما رو پر میکنه. و چه مشکلاتمون حل بشه چه نشه، یاد میگیریم در مسیح شاد باشیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. امیدواریم که این برنامه دوستان عزیز رو به پاسخ خودشون رسونده باشه و ما بتونیم که قدم مثبتی در این مسیر برداشته باشیم. میخوام که دوستان عزیز برای ما باز سوالات خودتون رو بفرستید، این برنامه ها رو دنبال کنید، برای ما ایمیل بزنید و ما رو در این برنامه ها، در این برنامه هایی که داریم، در بهتر شدنش یاری کنید. تا دیداری دیگر، دوستان عزیز، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.